درود میفرستم به شما همیهنان گرامی و نازنین در ایران عزیزمان در هر کجای جهان که هستید و با بهترین آرزوها برای بهروزی و پیروزی شما در زندگی. امروز سه‌شنبه است، دهم تیر ماه 2579 و برابر است با 30 ژوئن سال 2020 میلادی و خرسند هستم که دیگر باره این فرصت پیش آمد که دقایقی چند با شما همیهنان گرامی باشم. مسائل بسیاری پیرامون حکومت جمهوری اسلامی می‌گذرد که خوشبختانه هیچ کدام برای رژیم در جهت موفقیت و پیروزی یا بهروزی نیست، بلکه آنچه که می‌گذرد در جهت سختی‌های بیشتری است که رژیم در حال فروپاشی جمهوری اسلامی پیش رو دارد. مسائل داخلی به قدری حاد است که کنترل از دست حکومت خارج شده و حکومتگران در حقیقت هیچ نقشی به جز سرکوب البته در مملکت ندارند. شیرازه کشور کاملا از هم گسیخته است، ساختار اداری و حکومتی از کار ایستاده، فساد رو به افزون است و وضعیت بد معیشت و اقتصاد خانواده ها به حدی رسیده است که کار رو به مرحله انفجار کشانده. در این شرایط شاید می شود گفت که ویروس کرونا به کمک رژیم آمد و خیزش هایی رو که از آبان ماه گذشته آغاز شده بود و با سرکوب بسیار شدید رژیم مواجه شد رو آرام کرد و رژیم توانست برای خود یک وقتی بخرد. ولی آیا اینکه رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی با پیدایش این بیماری و گسترش آن در مملکت و گرفتاری هایی که ایجاد کرد و تلفاتی که به وجود آورد حقیقتاً توانسته از مشکلات خود رو برطرف کند و وارد یک فاز جدیدی در عرصه اعمال حاکمیت و ادامه حاکمیت بشود؟ پاسخ منفی است. مردمانی که به علت بروز این پندمی یا گسترش این ویروس ساکت شدند بل اجبار، از سوی دیگر تحت فشارهای قرار گرفتند که فشارهای شدید اقتصادی و معیشتی بر روی اونها هست. بسیاری از اقشار کم درآمد مردم که درآمد خود رو در اثر این شرایط از دست دادند امروز به خیلی بزرگ گرسنگانی اضافه شدند که خود به خود میتواند یک خیزش بزرگ ملی رو به همراه بیاورد. کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه بالا رفتن میزان تورم قدرت خرید مردم رو به شدت کاهش داده است و کارهایی که دولت جمهوری اسلامی می کند و صحبتهایی که به خصوص حسن روحانی و یا شخص علی خامنه‌ای و یا جواد ظریف می کنند حکایت از بیتوجهی اونها به وضع مردم و بی اطلاعی اونها از مسائل جهانی دارند و تصور میکنند که با تهدید کردن جامعه بین المللی و یا با اعمال زور و فشار در داخل میتوانند تا ابد به این وضعیت ادامه بدن. آنچه که به نظر میرسد در مملکت ما میگذرد در حقیقت یک طوفانی است که در راه است و امروز علائم اون رو ما داریم در نقاط مختلف در جامعه ایرانی میبینیم. این علائم اگرچه هنوز به شکلی تجلی پیدا نکرده است که حکومت رو آنگونه که هست نگران بکند، اما در حقیقت آثار و نشانه هایی دارد که میتواند باعث نگرانی روزافزون حکومتگران بشود. به همین دلیل است که گاه و بیگاه در مجلس، در دولت یا در جاهای دیگر شاهد این هستیم که کسانی زبان میگشایند و یا برخی روزنامه ها که عمدتاً در دست حکومت هستند و روزنامه های آزاد در ایران نیست، حتی حکومت روزنامه های حکومتی به خود اجازه میدن که مطلبی رو منتشر بکنن که البته بلافاصله با مخالفت رژیم روبرو میشن. ولی به هر حال اگر یک حرکتی در زیر پوست جامعه در جریان است و این حرکت میرود تا آنجا که تار و پود رژیم پوسیده و پوشالی جمهوری اسلامی رو از هم برکند،
و این حرکت امروز به شکل ملموس در جامعه دیده نمی شود، اما نمی شود منکر وجود آن شد. به همین جهت است که آنچه که در داخل می گذرد نشان از این دارد که یک، حکومت توانمندی اداره کشور را از دست داده است، کنترلی بر روی مسائل جاری مردم ندارد. دو، استنباط دولت مردان از علی خامنه‌ای که رهبر رژیم است تا رئیس جمهورش و دیگران حکایت می کند که به طور کلی نسبت به مسائل داخلی و همچنین مسائل بین المللی یا ناآگاه هستند و یا کوشش می کنند با ناآگاهی مسائل رو به گونه دیگری مطرح بکنند که در هر دو شکلش نشان از این دارد که اداره کشور در دست اینها نیست. مسئله سوم، مسئله ملت ایران است که ملتی که می توانست صاحب ثروت باشد، صاحب عزت و افتخار باشد و در سرزمینی که انواع ثروت ها و نعمت ها در او هست به راحتی و با سرافرازی زندگی بکند، امروز به صورت ملتی گرسنه و ملتی عصیان زده در آمده است و حتی کار به آنجای رسیده است که بسیاری از مردم دیگر از زندگی هم قطع امید کردند و خودکشی هایی که میبینیم اینجا و آنجا و یا جنایت های دیگری که صورت میگیرد نشانه این است که مردم در یک شرایط بسیار سخت به لحاظ روحی و روانی به سر میبرند و این شرایط است که میتواند محیط رو برای یک خیزش بزرگ عمومی آماده بکند و آنگاه که آن خیزش اتفاق میفتد طبیعی است که دیگر رژیم یارای تقابل با مسائل رو نخواهد داشت. در عرصه داخلی رژیم جمهوری اسلامی بر این باور است که اولا آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا مرد جنگ نیست و نمیخواهد جنگ بکند و بنابراین تهدیدهایی که او میکند بیشتر جنبه نمادین دارد که این نیز یکی از اشتباهات بزرگ رژیم است، زیرا که در شرایط خاصی که امروز کشور ایالات متحده قرار گرفته است در وضعیت داخلی خود و روشی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته است میتواند به احتمال به یک جنگ هم خاتمه پیدا کند. در چه معیاری و چه به چه شکلی در چه اندازه این مسئله است که امروز قابل پاسخ نیست، اگرچه ایالات متحده کوشش کرده است و کوشش می کند که از بروز یک جنگ جدید در خاورمیانه جلوگیری کند، اما در حقیقت اگر جمهوری اسلامی بخواهد با روش هایی که تا کنون اتخاذ کرده است و ادامه داده است ادامه بدهد، اون گزینه هم روی میز خواهد بود. در این حال رژیم تصور می کند که اگر وضعیت رو در این حالتی که وجود دارد نگه دارد و با دولت ترامپ به هیچ گونه سازش و گفتگو تن در ندهد، به احتمال شاید زیاد از دید جمهوری اسلامی آقای بایدن رقیب او برنده انتخابات خواهد شد، یک دموکرات، و دموکرات ها نگاهشون به جمهوری اسلامی مانند دوران اوباما خواهد بود و به همین جهت است که اگر وقت گذرانی بکنن تا پایان سال مسیحی و بتوانند شاهد این باشند، البته با صرف پولهای بسیاری که در خفا به دستگاه‌های مربوط به انتخابات دموکرات‌ها می‌رسانند که دموکرات‌ها در انتخابات پیروز بشوند و گفتگو رو اینها بعداً با دولت بعدی که دموکرات هست آغاز بکنند. اما دو نکته رو جمهوری اسلامی بایستی توجه داشته باشد. یک نکته این است که آقای ترامپ هم این مسائل رو میداند و 100% او در مقابل موضعی که رژیم جمهوری اسلامی گرفته است ناگزیر از قاطعانه عمل بکند، زیرا که او بنا دارد که در دور دوم وارد کاخ سفید بشود. و مطلب دیگری که بایستی دولت مردان جمهوری اسلامی توجه داشته باشند این است که به فرض اگر آقای ترامپ در دور دوم موفق نشود وارد کاخ سفید بشود و یک دموکرات رئیس جمهور آمریکا بشود،
مسئله به این سادگی نیست که رئیس جمهور بعدی بتواند در مدت بسیار کوتاهی همه چیز رو به حالت عادی بازگرداند و صد البته که نگاه کلی جمهوری خواهان و دموکرات های آمریکا نسبت به رژیم جمهوری اسلامی نگاهی شبیه به هم است، یعنی هر دو حزب خطرات حضور و نفوذ جمهوری اسلامی رو در خاورمیانه درک میکنن و اون شرایطی که در دوران آقای اوباما بود و اوج حرکت گلوبالیستی در جهان بود اون شرایط امروز تغییر کرده است و در صورتی که حتی یک دموکرات هم روی کار بیاید شرایط جمهوری اسلامی به آن شکل گذشته نخواهد بود. بنابراین نهایت خوشبینی است که سردمداران جمهوری اسلامی دارند که یک دموکرات پیروز بشود که احتمالش بسیار کم هست و در صورت پیروزی یک دموکرات اوضاع احوال برگردد به آنچه که زمان اوباما بود. لذا ارزیابی های اینها از مسائل بسیار نادرست و بسیار ناتوانمند است. اما در عرصه بین‌المللی آنچه که می‌گذرد از همسایگی خود ما در کشور عراق اتفاقاتی که رخ داده است و روی کار آمدن حکومت جدید عراق خصوص وزیری آقای کاظمی در عراق و دستوری که او صادر کرد برای حمله به مکانهای زندگی افراد حشد شعبی و یا کتائب حزب الله و یا گروه‌های دیگری که در عراق هستند و جزء مخالفین ایالات متحده محسوب میشوند و اینها کسانی هستند که به عملیات تخریبی دست میزنند و دستگیر کردن سران اونها و پیدا کردن و ضبط کردن بسیاری مهمات موشک و یا سامانهای پرتاب موشک نشان از این دارد که سیاست عراق تغییر پیدا کرده است و این سیاست امروز به ایالات متحده بسیار نزدیکتر شده و اگرچه مردم عراق امروز در یک حالت نسبتاً ساکت‌تری به سر می‌برند اما کماکان به دنبال خواست‌های خودشون هستند و مردم عراق به این نتیجه رسیدند که ریشه مشکلات و گرفتاری‌های اجتماعی و معیشتی اونها به علت حضور رژیم جمهوری اسلامی در مملکت اونها و دخالت‌های رژیم در عراق است. یک چنین وضعی البته در لبنان هم وجود دارد. لذا در همسایگی ایران و در آنچه که در کشور عراق می‌گذرد نشان از این دارد که جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند جایگاه گذشته خودش را در عراق داشته باشد و سازمان‌های میلیشیایی تحت امر خود را آنگونه که در گذشته اداره می‌کرد و تحت فرمان او بودند رو به کار بگیرد. در این حال در سوریه ما شاهد بمباران‌های ممتد اسرائیلی‌ها هستیم، به خصوص در شرق سوریه در منطقه دیر الزور که بسیاری از پایگاه‌ها و اهداف حزب الله و همچنین سپاه قدس مورد بمباران‌های هوایی اسرائیلی‌ها قرار گرفته است. با توجه به حضور روس‌ها و به خصوص سامانه پدافند هوایی سوریه که زیر نظر فرماندهان روسی هست، اینطور مشخص می شود که حملات هوایی اسرائیل در خاک سوریه بر علیه جمهوری اسلامی با چراغ سبز روس‌ها انجام می شود. لذا در یک چنین شرایطی که به وجود آمده است و تهدیدی که اخیراً آقای نتانیاهو کرده است، حکایت از این دارد که به هیچ وجه اسرائیل اجازه نخواهد داد نیروهای جمهوری اسلامی در خاک سوریه و در همسایگی اسرائیل مستقر بشوند و نیز اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی بتواند با استفاده از نیروهای خود حملاتی رو به خاک اسرائیل انجام بده. و طبیعی است که در این مورد نه تنها به جمهوری اسلامی بلکه به رژیم بشار اسد هم پیغام داده است و اینکه شما همسایه ما خواهید بود در آینده و عدم همکاری شما با ما و همکاری شما با جمهوری اسلامی میتواند مخاطراتی رو برای حکومت شما داشته باشد. با توجه به تحولاتی که پیش آمده و روسیه اون نگاهی رو که در گذشته به حکومت بشار اسد داشت دیگر ندارد و همچنین چراغ سبزی که روس‌ها به اسرائیلی‌ها نشان می‌دهند، همه حکایت از این دارد که سیاست خاورمیانه‌ای اسرائیل و
روسیه در حال تغییر است و این شکلی بیشتر در جهت حفظ منافع اسرائیل است تا منافع جمهوری اسلامی در خاک سوریه. در بعد دیگر گرفتاری هایی که رژیم پیدا کرده است با کشورهای اروپایی امضا کننده برجام و درخواستی که اونها کردند از سازمان انرژی اتمی و فرستادن اون عهدنامه‌ای که تصویب شد در سازمان انرژی اتمی بین المللی و به شورای امنیت فرستاده شده است، اخطاری که رئیس سازمان ملل دبیرکل سازمان ملل داده و اینکه صریحا اعلان میکند که موشک هایی که به تاسیسات نفتی عربستان برخورد کردند شلیک شدند از سوی ایران بوده است و با تکنولوژی که در اختیار جمهوری اسلامی است، همین ها حکایت میکند که در جامعه جهانی هم اجماعی در حال شکلی است بر علیه رژیم جمهوری اسلامی. موضع‌گیری سازمان انرژی اتمی و شورای حکام سازمان، موضع‌گیری سازمان ملل متحد، موضع‌گیری کشورهای اروپایی و همراه شدن نسبی اروپایی ها با ایالات متحده که ایالات متحده میخواهد در پایان انقضای تحریم های تسلیحاتی دو مرتبه این تحریم ها به شکل نامحدود بر جمهوری اسلامی اعمال بشود و اروپایی ها برای اینکه رضایت آمریکا رو جلب بکنند به یک دوره 3 ساله تمدید 3 ساله دیگر تندر دادند، نشان از این دارد که به طور کلی در شورای امنیت وضعیتی به وجود خواهد آمد که ناگوار برای جمهوری اسلامی خواهد بود. اعضای اصلی شورای امنیت یعنی 5 کشور قدرتمند و اعضای غیر رسمی کشورهای دیگری که در سازمان ملل و در شورای امنیت حضور دارند، ترکیبشون به گونه‌ای است که عمدتاً یا در جهت سیاست‌های آمریکا قرار دارند و یا در نهایت نمی‌خواهند در برابر رژیم جمهوری اسلامی دشمنی ایالات متحده را با خود همراه داشته باشند. تنها کشورهایی که می‌مانند که در شورای امنیت دارای حق وتو هم هستند 2 کشور روسیه و چین هستند که احتمال زیاد می‌رود که چینی‌ها یک رأی ممتنع بدهند و روس‌ها احتمالاً رأی مخالف بدهند که این قطعنامه تصویب نشود. اما اگر بخوایم نگاه منطقی تری به مسئله داشته باشیم، چرا روسیه بایستی وقتی که چندین کشور در جهان و کشورهای اروپایی که لازم است با روسیه برای رفع تحریم‌هایی که هم‌اکنون در روسیه وجود دارد نوعی سازش با اروپایی‌ها داشته باشد و اختلافاتی که هم اکنون میان روسیه و ایالات متحده هست، روسیه طرف جمهوری اسلامی رو بگیرد و بخواهد که در مورد این قطعنامه رأی منفی بدهد. بنابراین احتمال اینکه روس‌ها هم رأی منفی ندهند و از حق وتو خود در شورای امنیت استفاده نکنند احتمال نسبتاً بالایی هست. در یک چنین شرایطی میشود گفت که رژیم در حال فروپاشی جمهوری اسلامی در سراشیبی سقوط حتمی است و شیب و جهتی که رژیم حرکت می کند آنقدر سریع است که هر لحظه امکان سقوط و نابودی رژیم وجود دارد و احتمال از هم فروپاشی رژیم از هم اکنون آشکار است. در این جهت طبیعی است که رژیم هم کوشش میکند به طرق مختلف از راه‌های گوناگون خود رو حفظ بکند، از یک سو اجازه ندهد که در خارج از کشور توسط عوامل و ایادی که دارد یک اپوزیسیون منسجمی شکل بگیرد که بتواند در برابر جامعه جهانی یک نوع جایگزین و جانشینی برای جمهوری اسلامی بشود و رژیم همواره کوشیده است که به جامعه بین المللی نشان بدهد که اگر ما برویم چه کسی بنا هست که بعد از ما حکومت ایران رو در دست بگیرد و شوربختانه عده‌ای هم به دلایل مادی یا خودستایی و یا هر موضوع دیگری که خود اونها واقف‌تر هستند مسائلی رو مطرح می‌کنند، از جمله حکومت در حال تبعید یا دولت در حال تبعید و مسائلی از این قبیل که به طور کلی
نه زمانش اکنون هست و نه با آن شکلی که اینها مطرح میکنن و نگاهی که اینها به تشکیل چنین دولتی دارن امروز میتواند مؤثر باشد و این حرکت و شکستی که بر او وارد خواهد شد مسلماً نقش منفی در روحیه ملت ایران خواهد داشت و در یک چنین شرایطی آنچه که از همه چیز مهمتر هست انسجام ملی و داشتن روحیه قوی است برای پس زدن جمهوری اسلامی و رسیدن به سرافرازی و آزادی. در این میان صداهای دیگری شنیده می شود، از جمله واگذاری جزیره کیش به چینی ها که پیش از این جمهوری اسلامی در حقیقت تمام سواحل ایران رو که بخش جغرافیایی سرزمین ما هست رو برای صید ماهی و آنچه که آبزیان هست و از جمله مروارید به کشور چین داده است و خسارت‌های بزرگی چینی‌ها توانستن به ماهیگیران ایرانی و به زندگی مردمان جزایر و بنادر جنوب ما وارد بکنن و از سوی دیگر قراردادهایی که با کشور چین بسته می‌شود چه در کشور ما چه در کشورهای آفریقایی، بدترین نوع قراردادهایی که حتی در دوران قرن 17 و دوران اوج استعمار که استعمارگران می رفتن به سرزمین های دیگر و با زور تفنگ کوشش قراردادهای بسیار سخت استعماری رو بر ملت های دیگر تحمیل بکنن برای به دست آوردن منابع سرشار، منابع طبیعی و احیاناً بسیار ارزان قیمت و شاید مجانی، قراردادهایی که بسته میشد با قراردادهایی که در قرن 21 چینی ها با کشورهای دیگر امضا میکنند، مثلا یک قرارداد استخراج الماس در یک معدنی در یک کشور آفریقایی، وقتی که به متن این قراردادها توجه میکنیم و اینکه چینی ها میکوشند در کنار بستن یک قراردادی در یک معدن به طور کلی آنچرا که میتواند در مقابل سرمایه گذاری که چین میکند واگذاری نه تنها اون معدن بلکه بسیاری از منابع دیگر اون کشور باشد و در این حال چینی ها با این استناد که برای حفظ سرمایه گذاری خود وقتی که به یک سرزمینی میروند نیروی به عنوان نیروی حفاظتی یا سکیوریتی یا نظامی بایستی اونجا بفرستند که مدافع حقوق چینی ها باشد و منافع چین رو حفظ بکند، یک چنین قراردادهایی رو دولت جمهوری اسلامی از روی استیصال با دولت چین گفتگو کرده است. برخی از قراردادها برای اکتشاف و استخراج نفت به چینی ها به شرکت های چینی واگذار شده که برخی از این قراردادها اساسا توسط خود چینی ها بعدن رد شد به دلایل مختلف، و از جمله اینکه چینی ها در گرفتاری هایی که با ایالات متحده داشته اند نخواستند این گرفتاری ها شدت پیدا کنه تا مسائلشون رو با آمریکا حل بکنن، ولی اخیراً زمزمه هایی که گفتگوهای رژیم فاسد جمهوری اسلامی با چین و اینکه میخوان قراردادی رو امضا بکنن دوباره در دستور کار دولت حسن روحانی و شخص مزدوری به نام جواد ظریف قرار گرفته است، نگرانی بسیاری رو برای مردم ما به وجود آورد. این نگرانی ها و اون وضع معیشت، آن آشفتگی جامعه، اون وضعیتی که ما امروز شاهد هستیم، به خصوص مردمی که در ایران زندگی میکنن شاهد هستن که به هیچ وجه کنترل در دست دولت نیست، شرایطی رو به وجود آورده که نشان میدهد که ملت ایران بایستی کاری بایسته انجام بده. از سوی دیگر شرایط بین المللی و فشارهایی که بر روی رژیم وارد شده و در ماهای آینده ما شاهد فشارهای بیشتری خواهیم بود، رژیم رو وادار به عکس‌العمل‌های گوناگون می‌کند. از جمله این عکس‌العمل‌ها همونطور که عرض کردم کوشش اینهاست توسط عواملی که دارن یا توسط دستگاه‌های تبلیغاتی نگهدارنده اینها مثل رادیوها و تلویزیون‌هایی که 40 سال از 41 سال از در خدمت استعمار و استبداد سیاه مذهبی بودند، و از سوی دیگر
اینها با مانورهای جدیدی در داخل سعی به سرگرم کردن مردم خواهند کرد، از آتش زدن جنگل ها و سوزاندن ساختمان های باستانی تا تخریب بسیاری از آثار باستانی و در نهایت برخورد هایی که لاجرم میان دو جناح رژیم در مجلس اخیری که در دست تندروان رژیم هست و صحن علنی مجلس محل برخورد شدید نمایندگان منتخب علی خامنه ای با گروه دولتی حسن روحانی خواهد بود. سرگرم کردن مردم با این مسائل یا گهگاهی که اشاراتی می شود از سوی برخی از دولت مردان گذشته این رژیم مثل محمود احمدی نژاد و اینکه او بارها کوشیده است یا تظاهر به کوشش کرده است که افشاگری هایی بنماید، همه حکایت از این دارد که در آینده نچندان دور ما شاهد برخوردهای شدید درون حکومتی و بین جناحی در میان دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب رژیم خواهیم. و در نهایت همه آنچه را که عرض کردم در داخل و در خارج، در همسایگی ما در اروپا و در ایالات متحده و تصمیم گیری های آینده کشورهای قدرتمند جهان، حکایت از این دارد که رژیم فرومایه ضد ایرانی و ددمنش جمهوری اسلامی با سرعت هرچه تمامتر به سوی سراشیبی و در نهایت سرنگونی می روند. در اون مرحله است که کار اصلی اپوزیسیون و فعالیت آگاهانه اپوزیسیون ایران می تواند نقش مهمی رو در نجات کشور داشته باشد و به همین دلیل است که اپوزیسیون هرچه سریعتر بایستی به یک تصویه داخلی دست بزند. عوامل وابسته به رژیم، عوامل نامناسب، آدم‌هایی که به دنبال گرفتن پول از این دستگاه و اون دستگاه یا از کشور بیگانه‌ای هستند، کسانی که رخنه می‌کنند در صفوف اپوزیسیون برای گمراه کردن آنها و همه اونهایی که کوشش دارند در نهایت رژیم بماند به خاطر مصالح و خواست‌های شخصی خود، اینها رو هر چه زودتر از درون رژیم، از درون اپوزیسیون پاک کنیم، به دور بریزیم، اپوزیسیون یک دست بشود تا بتوانیم با انسجام بیشتر برای یک حرکت بزرگتر آماده بشه. آنچه که در سال 1978-79 شاهد بودیم در حقیقت حکایت از این داشت که چهار عامل در کنار هم قرار گرفتند تا توانستند اون فتنه بزرگ رو در ایران که توسط غربی ها پرداخته شده بود، مورد حمایت حتی کشورهای کوچکتر منطقه قرار گرفت و توسط کوراندیشان چپ و راست اجرا شد و با ناآگاهی ملت ایران به ثمر رسید، توجه بکنیم میبینیم که اولین عامل تشکیل کنفدراسیون دانشجویان ایرانی بود که در ابتدا بنا بود که یک تشکل صنفی دانشجویی باشد که بعداً توسط دستگاه‌های اطلاعاتی شرق ربوده شد و بیشتر جنبه مارکسیستی و کمونیستی پیدا کرد و بعد هم سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی دیگری مانند MI6 انگلستان و CIA آمریکا در اون وارد شدند و یکسره کنفدراسیون اهرمی شد برای فشار آوردن به حکومت شاهنشاهی ایران. مسئله دوم این بود که اینها توانستن یک رهبر بلا منازع به جهان معرفی بکنن، از یک شخص اهریمن صفت پلیدی به نام روح الله خمینی توانستن با تبلیغات بسیار زیاد یک قدیس بسازن و او رو به عنوان رهبر بلا منازع در عرصه اپوزیسیون ایران معرفی کنن که همه سازمان‌های سیاسی چپ و راست هم به او اقتدا کردن. مسئله سوم رهبری میانه‌ای بود که بارها و بارها شاهزاده رضا پهلوی به اون اشاره کردن و هنوز ما تشکیل اون رو در داخل کشور به طور عمده و کامل نمی‌بینیم و اون استفاده از مسجدها بود توسط آخوندها و اینکه اونها می‌توانستن رهبری رو در داخل کشور اداره بکنن و فرامین صادر شده از سوی خمینی رو به طور کلی به سرعت
در کشور تسری ببخشن. و مسئله چهارم، تبلیغات بسیار شدید و حساب شده جامعه جهانی و حمایت جامعه جهانی از روح الله خمینی بود که سرانجام اون پدیده شوم رو به وجود آورد و ایران عزیز ما رو در مرداب 22 بهمن یک سره فرو برد. امروز ما بایستی با درسی که از گذشته میگیریم توجه بکنیم به کمبودها و کاستی‌هایی که داریم، کوشش کنیم کاستی‌های خودمون رو برطرف بکنیم، در هر نقطه‌ای که ضعفی در ما هست اون نقطه ضعف رو جبران بکنیم، درست کردن سازمان‌های جدید، هر روز صحبت و گفتگو کردن از یک تشکل جدید چند نفره بی پایه و بی اساس، دشمنی کردن با یکدیگر، پرداختن به کارهای غیر ضروری، درست کردن بدیل‌های مختلفی در مقابل کسی که امروز در پتانسیل رهبری تنها کسی که وجود دارد، و عواملی از این دست نه تنها نمیتواند ما را به سرمنزل مقصود برساند، بلکه ما را روز به روز از هدفی که داریم دورتر و دورتر میکند و در نتیجه بقای رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی را دوام میبخشد و در نهایت کشور ما و ملت ما دچار یک اضمحلال بزرگ تاریخی شده است که هر روز که از عمر منحوس رژیم میگذرد ملت ایران و کشور ما یک قدم به اضمحلال نزدیکتر میشود. برای جلوگیری از این مصیبت بزرگ ملی باید آگاه بود، باید امیدوار بود، باید متحد شد، باید تصفیه کرد اپوزیسیون رو و با انسجام کافی و با توانمندی بسیار زیاد بر اساس خواست حقیقی ملت ایران پیش برویم تا رژیم رو به زیر بکشیم و یک حکومت در خور شأن و مقام ایرانی و کشور بزرگ و شامخ ایران به وجود بیاوریم. سپاس که با من همراه شدید. پاینده ایران عزیزمان، بدرود تا برنامه دیگر.